نام ایران زمین. و در پیشگاه جناب اردوان خوشنود از اندیشکده دروش و بزرگ بر شما جناب اردوان خوشنود بیان پیشگاهتون بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب قنبری، خسته نباشید. درود بر شنوندگان، بینندگان و حضار بسیار گرامی. بسیار خوشحال هستم، بسیار سرافراز هستم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم، در این که سخنی داشته باشیم در مورد این روز بسیار بسیار مهم، 21 آذر ماه. 21 آذر دو اتفاق افتاده که برای ما بسیار مهمه. یکیش نجات و آزادی آذربایجان هست که هر سال آن رو جشن میگیریم، و دیگری روزی است که زنده یاد مجید رضا رهنورد اعدام شد سال پیش 21 آذر ماه. ولی این روز رو نه فقط دشمنان ایران، بلکه جمهوری اسلامی هم نمیتونه برای ما سیاه بکنه، چون این روز رو ما به سوی مجید رضا رهنورد نمیشینیم، بلکه زندگی او و بزرگمردی او و قهرمانی او رو جشن میگیریم. یادش گرامی و نامش جاودان. بپردازیم به 21 آذر ماه که روز نجات آذربایجان است. من خیلی علاقمندم که با مدرک و با مدارک علمی صحبت کنیم، برای اینکه فقط اون موقع هست که میتونیم دروغها رو بشکنیم، دیوارها رو بریزیم و واقعیتها رو نشون بدیم به مردم. واقعیت اینه که ما تا چندین سال پیش، موقعی که در مورد فرقه دموکرات آذربایجان و رهبر اون پیشوری صحبت می کردیم، بر اساس اطلاعاتی بود که وجود داشت و موجود بود، ولی از نظر علمی شاید نمی شد ثابت کرد. ولی بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینکه یک سری از مدارک سری و فوق‌العاده سری شوروی و آذربایجان شوروی آزاد شد، ما امروز قشنگ میدونیم چه اتفاقی افتاد، چگونه افتاد و به چه شکل. برای همین جناب آقای دکتر سوفیان مهر بسیار زیبا ما رو وارد تاریخ کردند. همکار من آقای میلاد آقایی ادامه دادند. آروین توضیحاتی داد که چگونه بیگانگان هنوز دفاع میکنن، حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن از تجزیه طلبی. و من پی سخنان این دوستان رو میگیرم برای اینکه با همدیگه بریم داخل این مدارکی که امروز وجود داره، مدارکی که واقعیت‌های تاریخی هستن. یکی از اولین مدارکی که ما بهش برمیخوریم از تاریخ 21 جون 1945 است. کمیته دفاعی شوروی در این مدرک که به زبان روسی هم هست تصویب میکنه که نیروهای شوروی در آذربایجان ایران باید شروع بکنن به عملیات زمین شناختی که ببینن تا چه حد و کجا نفت وجود داره، که بعد آغاز بکنن به کارهای حفاری و به دزدیدن نفت ایران. چرا این مدرک اینقدر مهمه؟ برای اینکه نشون میده که برنامه ریزی طولانی وجود داشته. اتفاقی که در آذربایجان افتاد با فرقه دموکرات یک اتفاقی نبود که سورپرایز بکنه کسی، بلکه که برنامه های
طولانی تجزیه ایران از سوی دشمنان ایران بود، این بار از سوی شوروی. حدود 2 هفته بعد از این مدرک، ما یه مدرک دیگه ای رو بین سندها میتونیم پیدا بکنیم که تاریخش هست 6 جولای 1945. این مدرک از طرف حزب کمونیست شوروی است که تصویب شده و امضاش هم خود استالین کرده. در این مدرک آمده که نه فقط در آذربایجان ایران، بلکه جنوب دریای خزر، در گیلان، در گرگان، در مازندران باید همه جا جنبش های تجزیه طلبانه آغاز بشه. در این مدرک آمده، در این مدرک هم تصویب شده. سپس ما در این مدرک میخونیم که آمده که آغاز بهتره که آغاز بکنیم با تشکیل یک حزب در آذربایجان ایران و مسئولیت این کار رو که یک حزبی تشکیل بشه در آذربایجان ایران و سپس بتونن اینها رو پخش بکنن به دیگر نقاط شمالی ایران میفته به دست آقای میرجعفر باقروف که اون موقع رئیس آذربایجان شوروی بود. اینم یکی از شیطنت های تاریخ شاید که خود آقای باقروف بعدها از سوی شوروی ها دستگیر میشه، به سیبیری ارسال میشه و در سال 1956 ایشون اعدام میشه. این مدرک 6 جولای 1945 که در موردش یک سری مقالات علمی نوشته شده، امروز هم وجود داره، این مدرک میشه دید، نه فقط نشون میده که برنامه اینکه آذربایجان کشوری برای خودش بشه از سوی شوروی ها بود، بلکه حتی نشون میده چه برنامه های طولانی مدتی شوروی برای ایران و برای آذربایجان ایران داشت. این مدرک نشون میده که نه فقط اینها میخواستند که آذربایجان ایران از ایران جدا بشه و برای خودش یک کشوری بشه، بلکه برنامه بر این بود که بعد از اینکه آذربایجان کشوری برای خودش شد، فوراً از شوروی بخواد که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بشه و یکی از استانهای شوروی به حساب بیاد. چیزی که اون افرادی که در فرقه دموکرات آذربایجان بودن قبول کردن، یعنی حتی بهشون نمیشه گفت ناسیونالیست های آذربایجانی، اینها فقط فقط وفاداریشون به شوروی بود و به ایدولوژی کمونیسم بماند. چیزی که بسیار جالبه اینه که چگونه فرقه دموکرات توانست تا حدی، چجوری اینها تونستند مردم رو به مردم در آذربایجان رو به سوی خودشون بکشن، به چه شکل تونستن یک سری از مردم آذربایجان رو قانع بکنن که از فرقه دموکرات آذربایجان دفاع کنن و حمایت کنن. کتاب پروفسور ریچارد کاتم بسیار بسیار زیباست. ایشون یک کتابی نوشتن به نام ناسیونالیزم در ایران و در اون کتاب به یک بخش به یک مسئله بسیار بسیار مهمی بسیار بسیار جالبی اشاره کردن. نوشتند که برای اینکه مردم شاید آگاهی کافی نداشتند، شاید سواد کافی نداشتند، ولی بسیار ایران پرست بودند در آذربایجان ایران، فرقه دموکرات میگفت ما حزبی ملی میهنی هستیم و حکومتی که امروز در تهران هست ضد ایرانه و ما میخوایم اونها رو براندازی بکنیم. با فریب دادن افراد توانستند یک سری حمایت بگیرن. حتما به کتاب پروفسور کتم سری بزنید در مورد این مسئله و بخونید. ولی اونجا جالب میشه که ما بدونیم که این فقط
فرقه دموکرات نبود که به پی تجزیه ایران بود، بلکه پشت فرقه دموکرات حزب توده بود. نماینده شوروی در ایران اون موقع در حزب توده آقای عبدالصمد، نامشون الان از عبدالصمد کامبخش، ببخشید، آقای عبدالصمد کامبخش بودند که مدام با خود پیشوری و معاون پیشوری زندیاد آقای دکتر نصرت الله جهانشاهلو افشار، و الان من خدمت عزیزان عرض میکنم که چرا من میگم زندیاد، مدام با حزب توده در تماس بودند و تمام دستورها رو شوروی یا مستقیما به کنسولگریش در آذربایجان میداد که اینا به پیشوری میدادند، یا یک سری دستورها رو از طریق حزب توده و آقای کامبخش به پیشوری میدادند. آقای جهانشاهلو افشار ایشون پزشک بودند، در زنجان به دنیا آمدند، ایشون یکی از 53 نفر بودند، مدتی به سرپرست سازمان جوانان حزب توده شدند، ایشون بعدها مسئول حزب توده در زنجان شدند، معاون اول پیشوری بودند ایشون، یعنی موقعی که پیشوری حکومت ملی آذربایجان رو درست کرد و تأسیس کرد، پیشوری شد نخست وزیر و آقای دکتر جهانشاهلو افشار ایشون شدند معاون اول آقای پیشوری. آقای جهانشاهلو افشار در کتاب خودشون می نویسند که بعد از اینکه زندیاد قوام السلطنه توانسته بود با شوروی و استالین سر فرقه دموکرات کنار بیاد، شوروی تصمیم میگیره که دیگه با این برنامه که آذربایجان تجزیه بشه پیش به جلو نره. و آقای دکتر افشار، جهانشاهلو افشار، می نویسند در کتاب خودشون که کنسولگری شوروی از من و آقای پیشوری خواست که ما بریم خدمتشون، و بعد از اینکه ما رسیدیم به کنسولگری اونجا سرهنگی منتظر ما بود به نام سرهنگ غولیوف، که میگه سرهنگ غولیوف اونجا به پیشوری میگه که بله اینجا این یه تلگرام از استالین، اسکی استالین در اون تلگرامش نوشته بود که جریان رو دیگه قطع بکنید و بهتر شما هم فرار بکنید و برید به باکو به جاش. پیشوری بسیار عصبی میشه که آقا ما تا اینجا اومدیم، حالا یهو شوروی دیگه نمیخواد از ما حمایت کنه فقط برای اینکه شما الان به یک نوع منافعی رسیدید در صحبتاتون با دولت ایران. این سرهنگ غولیوف خیلی عصبی میشه و برمیگرده به آذری، به آقای پیشوری میگه سنی جتیرن سنه دیر جت، یعنی اونی که تو رو آورد حالا هم میگه تو باید بری. ما چه میتونیم واقعا از این مسئله بیاموزیم و چرا این مدارک اینقدر مهم هستند و چرا برای ما مهمه که متوجه بشیم نقش بیگانه تا چه حدیه و تا چه حد اینها نفوذ داشتند و چگونه متاسفانه چپهای کشور ما که بعدها بلوای 57 رو بر سر ما آوردند چگونه خدمتگذاری کشور بیگانه رو میکردند. این یک مسئلهشه که باید آشنا باشیم. مسئله دوم اینه که چقدر خودی داریم که حاضر به کشور خودش خیانت کنه، و بر اساس صحبتهایی هم که آروین کرد ما هرگز در طول تمام این هزارها سالی که ایران بر جا بوده هرگز ما جنبش تجزیه طلبی نداشتیم که خودجوش به وجود بیاد و از کشور بیگانه حمایت نداشته باشه. برای همین بیاییم و از این مدارک ما بیاموزیم
و برای امروزمون استفاده کنیم. چگونه؟ برگردیم بازی یه سری بزنیم به این مدارک. در بخشی از این سند که استالین امضا کرده آمده که ما باید سعی بکنیم از جاهای مختلف ایران به خصوص آذربایجان ایران نمایندگان مجلس بفرستیم به مجلس، یعنی افراد تجزیه طلب رو بتونیم وارد مجلس بکنیم، مجلس ملی در بهارستان در تهران. اینا میان میگن یه باید بسیار بسیار ما سرمایه گذاری بکنیم سر این مسئله و مسئول میکنن که تمام افرادی که فکر میکنید تجزیه طلب هستند و میتونن به مجلس ایران راه پیدا کنند را آقای میر جعفر باقیروف اول باید قبول بکنه. یعنی اینا اصلا پیشوری رو حتی آدم حساب نمی کردن، میگفتن اون باقیروف باید تعیین بکنه و اینها رو بفرستین به مجلس، ولی نه با شعار تجزیه طلبی، با شعار آب برای همه، نان برای همه، حالا یه روزنامه هم چاپ بشه مثلا به این زبان یا به اون زبان، و به هیچ عنوان نباید شعارهای تجزیه طلبانه وجود داشته باشه. و اجازه بدید من بخشی از این سند، و این سند خب خیلی طولانی هست، ولی فقط بند اولش رو من خدمتتون بخونم، چون از این بند میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که امروز چه باید بکنیم. در این سند آمده فوقلاده سری به رفیق باقروف، تیتر مطلب هست اقدام به تشکیل یک حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی و دیگر استانهای ایران شمالی. در بند یک چنین آمده و این خود سنده که به فارسی ترجمه شده، من دارم خدمتتون میخونم. در نظر بگیرید که توصیه می شود به کارهای مقدماتی برای تشکیل یک ولایت خودمختار ملی آذربایجان در چهارچوب دولت ایران شروع شود که صاحب اختیارات وسیع باشد، در عین حال در استانهای گیلان، مازندران، گرگان و خراسان هم یک جنبش تجزیه طلبانه سازماندهی شود. نمیدونم عزیزم گرفتید یا نه، بلکه داره میگه که صحبت از تجزیه طلبی نکنید، صحبت از خودمختاری بکنید در چهارچوب دولت ایران. بگید ما میخوایم بخشی از ایران باشیم، بگید ما فقط فدرالیزم میخوایم، ما نمیخوایم تجزیه بشه ایران، ما میخوایم بخشی از ایران باشیم و ما فقط فدرالیزم میخوایم. امروز ما باید از این یاد بگیریم، افرادی که صحبت و سخن از فدرالیزم امروز میکنند، شما این رو بدونید که فدرالیزم امروز یعنی تجزیه فردا، و اینکه تجزیه طلبان خودشون رو پشت شعارهای فدرالیزم قائم بکنند و سعی بکنم عوام فریبی بکنند، همینطوری که میبینید یک چیز بسیار بسیار قدیمی است و چیزی که شوروی ها یاد دادن. برای اینکه عمق بدبختی جامعه رو متوجه بشید، من فقط در پایان بگم که زنده یاد دکتر جهان شاهلو افشار، بعدها در کتاب خودش نوشت که چه کلاهی سر ملت ایران سعی کردند بگذارند. ایشون بسیار بسیار ایران پرست بود و در گفتگویی که ایشون با آقای لیمونادی داشت، من فقط به این مسئله اشاره کنم که ایشون ضمن این که برگردن بگن که هرگز حزب توده و امثال حزب توده در ایران پایگاهی نداشت، ایشون فرمودن، آقای لیمونادی پرسیدند که شما بر این باورید که ملت ایران در فاجعه سال 1357 که اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کردن نقشی نداشت، یعنی نقش ملت صفر بود، که دکتر جهان شاهلو افشار روحش شاد میفرمایند بله ملت نقشش صفر بود، امریکایی ها بودند و انگلیسی ها. روحشون شاد. یاشاسین آذربایجان، سپاس از این وقتی که به من. سپاس بسیار از شما جناب اردوان خوشنود از اندیشکده کوروش بزرگ.